خدا نگهدان شما، فردا میگم پیش شما. فراز و فرودهای میلان، تلاش برای برگشتن به دوران اوج، رقابت سنگین برای تسخیر صدر جدول. سلام و درود خدا بر شما باد. امروز اومدیم با هم دیگه ادامه مسئله لیگ و نجات میلان رو بریم. تیمی که 16 ساله تو چمپیونز لیگ مقام به دست نیاورده و قهرمان نشده و از دوران اوج خود بسیار فاصله گرفته، از دیوید بکام، رونالدینیو، کاکا و امثال هم دیگه تو این تیم نمیاد. اما متی خان توی پارت قبلی کار کرده بود که میلان با 31 امتیاز صدر جدول بشه، همونطوری که مشاهده میکنید. و امروز هنوز که هنوزه به نیم فصل نرسیدیم، امروز با بازی داریم با دورتموندی که تو جدول خودمونه و بازی بسیار حساسیه، به خاطر اینکه توی جدول چمپیونز لیگ همونجوری که مشاهده میکنید گروه بی هستیم ما و با 12 امتیاز صدر جدول، میدونه باخت داشتیم، 4 تا برد داشتیم و الان با دورتموندی بازی داریم که دوم جدول، اگر که بتونیم اینها رو ببریم به عنوان صدر جدول صعود میکنیم و میخوریم به دوم گروه بعدی و امیدوارم کسی ویدیو لذت ببره، لایک و سابسکرایب کنه یوتیوب، فراموش نشه که با انرژی اینستاگرام اینستاگرامو چرا این میگی سابسکرایب کنم بابا، اینستاگرامو فالو بکنید، سرتر برسیم به 100 و فراتر از آن بریم سراغ ویدیو. دوستان همینطوری که مشاهده میکنید ما تفاضل گلمون 11 و 11 تا هم خوردیم، علی بگو در مجموع دو تا باخت داشتیم، خدای کارمون خوب بوده. اینتر سه تا باخت داشته، پدر سوخته روم یه دونه باخت داشته. ترکیب چگونه است و بازیکنایی که ما گرفتیم آیا الان به درمون میخوره توی این بازی یا نه؟ بله، لئوناردو بونوچی ذره خسته است ولی اوورال تیم شده 90 و این خیلی خوبه. اونور امره رو داریم و بازیکنای خوبی که دروازه‌بانشون خدا رو شکر گاسکوله. میلان لباس قرمز رو مطرح میکنه و اونها لباس زردشان را. بله، بازی شروع میشه در ورزشگاه دورتموند، جایی که متی خان خود دورتموند گرفته بود، قهرمان کرد رو به درش در اومده بود سر نجات دورتموند. اما الان با این سیس اومده با خود بونوچی که توی دورتموند آورده بودم، شاید احتمال خیلی زیاد اومدم خود دورتموند رو تو چمپیونز لیگ ببرم و کاری بکنم که میلان رو به اوج نقطه خودش و چمپیونز لیگ برسونم. چقدر داره این بشر حرف مفت میزنه. دستاره میخوابه. بله، حالا اروادر شروع میکنه و اینجا اگه یادتون باشه ما اونجا یه بازیکن خریده بودیم که خیلی خوب بود، اما الان متی خان نظرش رو عوض کرده و شماره 10 خودش رو، یعنی آقای کالوین رو آوردم تو. هنوزم واسه یاد نگرفتیم شماره 10 مون. بیا برو گام شو، پاس بده شماره 2، برو همون ساند بکش به کیساندر رو شماره 10 و تو در برد. برو دیگر، مگه داریم؟ مگه داریم اصلا؟ داشت خیلی ما بد شانسیم، خدایی ما خیلی بد شانسیم. اوت هم شد، اوت خدای گل نشه بابا، ویلمون کن، گل خوردیم داداش، مگه میشه؟ من رویدم تو دهن شانس گوهتون. پنالتی نشد، بزن پدر سگ. نره کورنر، ای ریدم، من ریدم داداش، تموم، باختیم. من ریدم تو دهنتون، ریدم تو دهنتون، ریدم تو دهن پدر سگتون. داداش من تیمو کامل میکشم بالا، به خدا قسم اگر به بازیم باز دوباره. سپیا دوم باز داریم با یه تیمی که پنجم 31 امتیاز و ما 37 امتیاز صدر جدول، این چند تا بازی رو رد کردیم، این بازی آخر جدول بود، اینا رو یکیش بردیم. ولی آ داداش من واقعا تیمو میخوام بکشم تا ته برا، یعنی به خدا قسم اگر به بازیم بریم بازی کنیم، به خدا اگر من این بازی رو نبردم از این به بعد، اگر من باختم از این به بعد، اگه این تکیم باش اونو. بازی شروع شد داداش، من نمیدونم هر گوهی میخواین بخورین بخورین، این بازی رو ببرین. برو دیگه، برو گل من، برو گام شو گل من. پاس بده بیرون، پاس بیرون، تانگیرز من زرمش، حالا گل، حالا گل، حالا گل و میلان یک پر جلو میفته با این چهره، با یک تغییر تاکتیک گل به ثمر میرسونه. شماره 1 آزادی ما تانگیرز من، همین غلط اومد بازی پیش میکردیم مردک. مرسی مرسی مرسی، برو اورگی زمینی بزنگیر جونم، گل، به به چه گلی زد داشت، تحقیرآمیز، یه دونه چقدر حال زد، خدا وکیلی انصافا قشنگ زد. نه آنتوان گریزمن جلوتر، حالا شماره 10 نمیتونه بازی رو باز بکنه، گریزمن میاد اونجا ساپورت میکنه، باز کنه خودی رو پشت مدافعین، میتونه توپ رو بگیره یا نه؟ بله، اسکول بازی اونها باز میشه که توپ رو بگیری ازشون، یک پاس رو به داخل. چه گولی دوست، چه گولی زدم بهت. آها، یک حرف بین دو نیمه من باعث شد که بچه ها به وجد بیان، وجد مال دیریب لو داشته باش تو، دو دیریب لای گل تکنیکی. بله، سه بریچ میبرم متی خانم، اومد چهاریچ میبردیم ما. چه عجب، چه عجب این ترکیب واسه شما جواب داد. کله ما رو خوردن، کچل کردن، هفت تا شوت زدیم سه تاش تو چارچوب بود، یعنی هر سه تا شوتی که ما تو چارچوب زدیم هر سه تاش گل شد، این نشانه خوبی است. ساعت 3 ظهر با تیمی بازی داریم که این تیمه فکر کنم ته جد
جدول باشه اگه اشتباه نکنم، بله ته ته جدوله و دو تا برد داشته در این نامآوری. من نمیدونم کیا رو برده، این خیلی عجیبه. ببینید این بازی که اصلا بازی نیستش، بازی بعدی با ساسولو، بازی بعدیش با اسپزیا. اسپزیا قویه، هفتم جدول، ولی ساسولو 12 و هفت رو برده، اونم خطریه، ولی با اونا بازی نمیکنی. ببینم که خودشون چیکار میکنن، اگر بخوام برن خودشون برن بازی بکنن، ببینید که خودشون میتونن ببرن یا که نه. از اون رد میکنم، امیدوارم که این بازی رو ببریم. یک هیچ بردیم، چقدر زیبا. یعنی ته جدول ما تونستیم یه دونه بهش بزنیم. کوپا ایتالیا خوردیم به اسپزیا، رفت و برگشت با ما حسفی. خیلی خب، رسیدیم به نیم فصل. گفته اهداف فصل بررسی نیم فصل. بعد چی شده؟ گفته اگه بتونیم این حرکت رو به جلو رفس کنیم در رسیدن به هدف این فصل بتونیم موفق کنیم، برای به دست آوردن پاداش از هیچ تلاشی فروگذار نباشید. بله و جمله بندی رو برم، البته ما هم تلاش خودمون رو میکنیم. بعد مثلا کلا 4 تا کلمه بیشتر میگه، همه اونها رو هم حفظی میگه، یعنی از قبل حفظ کرده اونها رو در خاطرش و داره همه اونها رو بازگو میکنه. بریم برای بازی ببینیم که بازی رفت که با اینا ما بازی داریم که مثلا ببریمشون یا نمیتونیم ببریم. من درخواست دادم همین الان به چند تا بازیکن، چون پولشو گرفته بودیم، ولی بیجیرا هم مثلا که از تیم ما ترک کردن، تیم رو رفتن توی تیمی که 20 جدول. ما هم گفتیم برو راش، مثلا مشکل نیستش. اما ما به دو تا بازیکن درخواست دادیم، یه دونه مارکوس یورنته بود که حالا باش در حال مذاکره هستیم، و یه دونه دومفریز بود که باش مذاکره داریم میکنیم، بخاطر اینکه پولمون زیاد شده و باید یه دونه دفاع بگیریم حتما. کی تو داش میلان هم میتونست خوب مدیریت بکنه، بازیکن بخره، به من شرط داره. ترکیبم چیدم اینجوری، میخوام برام ببرم اینا رو. بازی حذفی رفت. چه جوری بازی حذفی بعد رفت؟ منظورم جام حذفی رفت. تیمی که داریم مشاهده میکنید در یک قدمی قهرمانی بود، بخاطر اینکه اگه یادتون باشه تو پارت اول دیده باشید این رفته بودش صد راسته بود، ما بدرو بدبختی نواد صد کشیدیم پایین و میتونه واسه ما در سر ساز باشه اگه حواسمون نباشه. برو گم شو شماره ده، عجب اسگولیه این. برو اسماعیل، اسماعیل برو خودت شل کن، شل کن، شل کن، بده شماره ده بزن گل شو. ماشاءالله ماشاءالله اسماعیل، ماشاءالله زن، ماشاءالله هوش، همینو میخواد. من میگم با یه تغییر تاکتیک و اضافه کردن یه دونه مف کارو در میاره. ماشاءالله شماره ده، ازت انتقاد کردم، خوب داری بازی میکنی. اسکوری های زیبای مدخان، آقای آنتوان گریزمن حرکت خودش انجام داده، پاس میندازه عقب‌تر، هول شوت و توی دروازه. منوال مهدی خان و دروازه باز میشه توسط کد کالوین. بابا کالورت لوین اسمش، کالوین کیه؟ That's it. نفهمیدم یعنی چی، ولی اوکی بریم. بله 5 کلا 3-4 چوب. بله بهتره بازیکن آقای کالورت لوین. آروبرت لوین داداش اصلا چرا اسمش سه بخشیه؟ بله دور برگشت در زمین ما. میخوام بذارم خودش بایسا. نمیشه برده بازی رفت در کوپا ایتالیا دور سوم، آسی میلان دور رو رفته، بازیشون رو در کوپا ایتالیا دور سوم رو پیروز شدن. اوه برتری بسنده بازی برگشت میگرند. بله اوریوری رام که گفتم بهتون رفته تیم 20 جدولی، امیدوارم که فقط اوت نشین. دون فریزم شکست خورد. چرا مثلا؟ و آقای مارکوس یورنته هم گفته شکست خورد. بابا. خب داداش اینا گفتن ما بیشتر میخوایم. خب من بیشتر میدادم بهتون دیگه. چه آدم خرینا. آقا یه استعداد پیدا کردم. نمیدونم کلوس ترمن، اگر اشتباه نگفته باشم یا کلاس ترمن، ایشون فچر خط مقدمشون بسکت رالی است دملن بازی میکنه. دفاعش هم خوبه. سرعتش هم با 3 شتاب 88 استقامت 86. پاساش کوه. ولی فیزیکش خوبه. انصافا 27 سالشه، میخوام اینو بگیرم. هم آر بی رو ای بازی میکنه، هم سی بی. این ولی خیلی خوبه اگه بتونه بیاد تو تیم ما. قیمتش هم پایینه انصافا، اگه بیاد تو تیم خیلی خوب میشه. ببینم که حالا قبول میکنه واسه بازی بعدی یا نه. خیلی خوب، ساعت 7 شب در برابرش که خودمون بازی داریم. بازی های بعدیمون خیلی مهم نیستن، این که ما این بازی رو بریم خیلی مهمه. و ببینیم که ترکیب حریف چجوریه. ترکیب حریف اوه 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 بعد چیده پدر سوخته، اینم بعد داره بازی میکنه، بره بیرون. ببینن خودتون بازی کنین ببینم که چیکار میکنین، آیا جام حذفی رو میتونین ببرین یا نه. 5-1 تمام، رفتیم مرحله بعدی، خوردیم به فیورنتینا. جواب مذاکره چی شد بالاخره داداش؟ میادین نمیاد؟ به احتمال خیلی زیاد اومده که الان اینو داریم ما میشنویم. یک پیشنهاد برای رافائل لیاو جان در مورد تلاش مسی برای امضای قرارداد با او گفته چه؟ من حرفی مرو میشیدم، اما بیش از این چیزی نمیدونم. تنها چیزی که میدونم به شما بگم اینه که شایعات صحت نداره. به خدا اگر بهت یعنی پیشنهاد داده باشه. رافائل لیاو پدر سوخت منسیتی گفته 88 میلیون بعد میخواد بگیره، صحت نداره. چه صافتو میبینی خود موله. بارا ببینیم بابا داداش، شما اینجا موندگار جایی هم نمیدری، همینجا میمون. 88 میلیون درخواست مسخره داداش، اینم بخر در دائمی خریدمش. پرداخت از این آزادسازی او به معنی مذاکره با باشگاهش نیست. خب به من قبول شرایط خوش آمدید. وارد می شود این بازیکن نوظهور و 27 ساله که منطقاً کچش کرده بود در این ویدیو، قرار از تیمی که 2000 بود الان اومده توی یک تیم قدمتدار و تاریخی که قرار به نقطه اوج خود برگرده، همونجوری که زلاتان گفته بود. ببینم که ایشون برای تیم ما به در
درد میخوره یا نه. اولین بازی تو درکیم اصلی میدارمت. بله، بازی آتالانتا میلان هفته 23. اوه داداش، هر سه تا بازی بعد خودمون باید بازی کنیم. ساعت 11 امروز در ورزشگاه خودمون با آتالانتا بازی داریم، بازی بعد با یوونتوس 1-3، بازی بعد با ناپولی 1-8، و همشون خیلی در سوختن. داداش تیم ما چه خبره؟ بله، باز شما دو تیم وارد زمین میشه و موزاییک زیبا در ورزشگاه سان سیرو میلان رو مشاهده میکنید. برای ماچیدن هوادارای خوشگلمون ببینم که توی این بازی شماره 11 مون چه غلطی میکنه آقای آنتونی گریزمان. بازی شروع میشه، آقای کالورت کلوین بازی رو شروع میکنه. آخر سر اسم اینو یاد نگرفتیم، خیلی زایه است. به 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 اوری گرفت، رفته چانس ده حمله زدن. حالا از اون سمت پاس زمینیش و توی دروازه، توی دروازه. به 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 به، کالورت لوین، کالورت لوین شماره 10 تیم من، استعداد قشنگ من گل رو به ثمر رسوندش. هر کسی ندارتش. ریدیم، ممنونم. یه پاس داد یارو 10 تا از بازیکنامون است. بله، نداشتین زیاد درش رو دور میکردیم، نشون میده که دهنمون رو باید ببندیم. برو فرناندز، فرناندز برو تو توپاش، فرناندز برو توپاش، سان نکنه ها، فرناندز سان نکنه ها. یه چی بدبخ شدیم، بدبخ شدیم، گل خوردیم. آکش اون سرمون کنه، او یک داره میبازیم. باختیم، بعدم باختیم، بعد باختیم. بله، صد جدول از دست دادیم و با اختلاف تفاضل گل 8 تا بیشتر اینتر، مقدار تفاضل گلش رفت صدر و این بازی با یوونتوس الان باید ببره. ببین با روم هم بازیم، روم کلا 2-3 تا باخت بیشتر نداشت، انتظارات ایشون بالا برده، به درک که بالا برده. داریم میبازیم داداش، همش داریم میبازیم. ما ساعت 2 بعد از در بچکه آلیانز آرنا بازی داریم که یوونتوس الان 46 امتیاز و ما باید ببریم. ببین باز ببریم ما، اگر یه ذره دیگه لغزش پیدا کنیم تموم کارمون، عمرن قهرمان بشیم. الان هم تازه به بدبختی میتونیم به اونا برسیم، اگر برسیم. یا علی مدد، بکشی جلو داداش، دفاع نمیخوام ازتون، فقط حمله. آها 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 آها، اون تو انگلیس من پاسارو میده جلوتر، چومره دهمون. حالا گل، حالا گل، حالا گل میزنه مهدی خان به یوونتوسی که باهاش رقابت داشته و چندین ساله که میلان نتونسته یوونتوسو از رقابت پرت کنه بیرون. الان مهدی خان داره این کارو میکنه. وای دوش میرفت یورو، یکی چی بره ما، یکی چی بریم ما. ای والله کالوین کال، بابا اسم لعنتی چی داده شما رو دست داد میکنم. من نمیخوام اصلا اسمت حفظ کنم، حفظیاتم داغونه اصلا. بله حالا چندم؟ اخ پدر سوخته، 10 نوازده گلشون همینجوری بیشتر میشه اینطوری ها. بله بازی داریم با ناپولی، میلان ناپولی، میلان ناپولی. ببین ناپولی اومده الان هفتم رسیده، روم ناپولی و روم رو بازی میکنیم، فیورنتینا رو خودتون بازی کنید دیگه، دهمی خدا وکیلی. بله قرار گریزمان تمدید شد، گریزمان منتقل نمیشه. بعد نگاه به سوقای پیچ رو سردینیو تست گفته من منتظر هر مسابقه هستم، برام فرقی نمیکنه. و شوک هواداران بزن بریم. بالاخره شروع شد اون بازی افسانه ای بین ناپولی که الان صدر جدول در واقعیت و ما که الان میخوایم بریم صدر. آها آها آها، بزن گلش کن ببینیم. ماشاءالله ماشاءالله شماره 10، ماشاءالله هوشم. به به مهدی خان، مهدی خان با هوش، مهدی خان تیز هوش، مهدی خان نمونه. ایول شماره 10 کالورت لوین، تونلی رونالدویی بزن. ببین دیپینگ شات میخوام بزنی، ببینم چیکار میکنه دیپینگ شات تو. اوه چه شوتی، چه شوتی انصافا. یک بر هیچ بردیم ناپولی رو، مردیم ولی بردیم. هفت شوت زدیم، هفت تو چارچوب دید اون اشکو تو تشویق کردن داره، این تشویق کردن داره. چندمیم؟ ای پدر سگ، اونا همچنان دارن گل میزنن و میبرن، اونا هم یکی چی بردن. وای سخت ترین بازیمون، سخت ترین بازیمون. ساعت 5 بعد در ورزشگاه المپیکو روم بازی داریم، ماشون و فیورنتینا هم. اوه یه لیگ ماش بازی داریم، بعدش کوپا باش رفت بازی داریم، بعد کوپا برگشت، سه بار فیورنتینا بعد بازی کنیم تو یک هفته. فکر کنم در مجموع دو تا باخت بیشتر نداشته، دو تا باخت، دو تا باخت، و هیچ تیمی جز روم دو تا باخت نداشته. فقط ما بودیم که سه تا باخت داشتیم، با اینتر که سه تا باخت داره. خداش همه چیمون با اینتر مساویه، بردمون 18 تا، اونم 18 تا، 4 تا مساوی گرفتیم، اونم 4 تا مساوی گرفتن، سه تا باخت گرفتیم، اونم سه تا باخت گرفتن. به درد سوخت ها، یعنی رومو باید ببریم، جلو روم نباید کم بیاری. به به ورزشگاهو ببین خدا وکیلی، ورزشگاه چه ورزشگاهی خدا وکیلی بابا، با چه حالی میده تو اینجا انتقام میخوام بگیرم از شما. فکر کنم شما رو یه بار بردین اگر اشتباه نکنم. بله اینجوری که من دارم فکر میکنم مثل اینکه تو پارت اول شما ما رو یک هیچ زده بودین اگر اشتباه نکنم، و الان وقت انتقام است. برو برو تک به تک داداش، برو برسی ایشالله بهش، برو.
همینه دفاع میکنم، اولش خسارت میکنم، اینجوری مسکول میزنم، اینجوری که فکرش هم نمیکنی. واسه هم کالورت لوین بالاخره اسمش یاد گرفتم. دقیقه 84 جونیور دروازه رو باز میکنه با پاس کالورت لوین. خدا نگهدار شما، فردا میگن پیش شما. سومین باخت رو از من تجربه بکنید رفقای عزیز دلم. خدا نگهدار، دیگه برین اینو پیداتون نشه. تاکتیک حال کردی خدا وکیلین، استراتژی حال کردی؟ حال کن استراتژی مدی خدا، میکشی عقب، خسته میکنه بچه‌ها رو و بعد میکشه جلو. ای برون پدرت اینتر، باز هم برد. حالا با فیورنتینا بازی داریم و بازی بسیار حساسیه این بازی، اما دیگه خودتون باید بازی کنید. ساعت نه کن، سه تا بازی پشت سر هم با فیورنتینا، کجای دنیا آقا همچین چیزی ممکنه؟ ای و دو تا بازی هم، دو تا بازی تو زمین ماست. آفرین، ساعت 1 تو زمین ما و دو تا بازی بعد جام حذفیه. آقا بریم این بازی رو بازی کنیم ان شاءالله که خودشون برن ببرن و بیان بیرون. یک هیچ میبره و میلان باز هم صد نرفت. در صورت تو عین ما دارم پیش میاد، فقط تفاضل گلشون بیشتره. بعد بازی رفت فیورنتینا، یک چهارم دیگه خودتون لطفا ببرین دیگه. یک چهارم رفت و میخوام بذارم خودشون بازی کنن. بله این دروازه بونم بازی سری حرفی تو گفتم، من واقعا حس میکنم که همه در یک جهت هستیم. و بعد بازی بازی بعد از سازه این دوتا بازی با لاتسیو بازیم ششم. حالا بماند خودمون میریم بازی میکنیم ببینم که چیکار میتونیم بکنیم. بله ترکیب مخوب نیستش، این کالابریا بعد بیاد تو و اینورم دیسپر گم شه بیرون بجا هرناندز. بریم تو بازی. خوش اومدید. نه ما خوش اومدیم. ای وای داور کچله. هیچ فاتای تیم باید بخونیم چون داور کچله. اما خب ما استراتژی قبلمون رو استفاده میکنیم و الان تیم میگم شیشم عقب تا من ببینم استراتژی اونا چه جوریه. بابا واسون باش. بابا این بونوچیه امروز چشه این؟ امروز چه مرگته؟ یکی چطور ببینم؟ ریدی همین اول که بیا آنتوان گرزمان بیا بریم. برو آنتوان گل بعدی رو بخور، گل رو بخور تا دیگه تو باشی من گل نزنی. ایشور اسمال دستمال پسر رو میدازم اون برتر شماره 3 مون اگر اشتباه نکنم. حقیقت خوبی رو داریم انجام میدیم و بزن شوتر رو ببینیم توی دروازه. و حالا توی دروازه کالوین لوین از رت عباس. گلو نخوریم، فقط گلو نخوریم، فقط در سگ انگل چه گلی زد به ما. بکش همونو بزنش گلش کن. ماشالله دقیقه 88 کالوین لوین شماره 10 تیم من، استعداد تیم من. حالا گل با ثمر میرسونه داداش، حال کردی؟ کیو رو گرفتم من؟ کسی که اصلا تو نمیشناختیش ولی من میشناختمش، تو فیفا هم داشتمش، هیت خوب میتونه، اینجا هم گرفتم خوب داره بازی میکنه. 3-2 مجخا میبره. به 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 کالوین کلین لوین ببخشید. بله همینطور که داره مشاهده میکنید اینتر باخت. اینتر از تیمی که الیور جیرو رفتش توش 20 جدول بود 4-2 باخت. امید دارم به سقوطت. بازی برگشت. اوه وای چمپیونز لیگ خوردیم به بارسا. ای وای من داش وضعیتمون خیلی خرابه. بله بون چرا متاسفانه این بازی نداریم و خودم بعد از ترانسفر 5 زورتر ورزشگاه 5 بعد از در ورزشگاه خودمون سنسیرو ببینیم که اگر بتونیم اینا رو ببریم کارمون آسان‌تر میشه و میریم به مرحله نهایی. اگر شما نکنم بله گفته که این دور رفت بود رفت بود شد در کوبا ایتالیا 1/4 نهایی رو پیروز شدیم و برتری به سمت بازی برگشت میرند. و مدی خان اینجا وایساده و اوه گفته فیورنتینا خشن بازی میکنه، سعی کنید این مسابقه رو کنترل کنید. این به اون واسه که داره که رای برای قبل کردن به اونا پیدا کنیم. این سوبر سخت خواهد بود اما من فکر میکنم برای پیروزی در آن بازی اندازه کافی تلاش کردیم. اوکی بله بازی برگشت هر کسی ببره رفته بالا به مرحله نیمه نهایی میرسه. اما قبلش تیم بالا آنتوان گریزمان توپ رو گرفت و سانتر میکنه رو به جلو برای فرلیانو میزنه تو گل. سانتر منوال چه نمره میدی؟ خود همین الان بنویس، همین الان کامنت کن چه نمره میدی؟ سانت منوال گریزمان چه نمره میدی به پاس؟ آقا سوپر استار پاس منوال به پاس نمره بده. آی گل خورد اشغال کردیم گل رو خورد. مرده مهدی خان مسعود مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا. بله و شکرت. بله خب اینتر حذف شد خدا رو شکر، یوونتوس اومده بالا، ناپولی زده رومو ترکونده، با لاتزیو ما داریم، لاتزیو هم بازی سختی بعدش با بارسلونا. یا علی مدد ردش کن برو ببینم.
3-0 بریم لاتسیو و باز هم صدر نرفتیم متاسفانه. بازی با بارسلونا مرحله حذفی چمپیونز لیگ. مسابقه برگشت داربی قسمت اول داربی با کی داشتیم مثلا؟ ما یادمون نیست اصلا. داربی مقابل اینتر میلان نزدیک به 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 یعنی خوراکی خودمه. در حال حاضر ممکن از اون پیش باشیم اما زمان آن نیست که مقرر باشه. ما باید قبل داربی فاصله رو بیشتر و بیشتر کنم. یعنی منظور اینه که مثلا ببازیم فاصله بیشتر و بیشتر بشه یانگی ببره. اینکه در سوردن برد های متوالی به روی اونها ضربه میزنه و قبل از روز بزرگ به ما نتیجه خوبی رو میده. پس امیدوارم زودتر با اینتر بازی کنم. جواب این دومفریز رو بدم. دومشو ببرم. بله. بازی بعدی با تورینو، بازی بعدی با اینتر پدرتون در بیارم به خدا. بازی سخت برای میلان. خیلی خب مهدی خان با خرسندی گفتم ما در حال مسابقه همه تلاشمون رو میکنیم. مهم نیست که چیزمون میخواد بارسا باشه یا تیم دیگه. آقا برین بازی کنین ببینم که چیکار میکنین. سف سف کردیم مادی رفت بارسا تو چمپیونز لیگ و سابقه برگشت داربی قسمت دوم. خیلی خب چی گفته؟ گفته اگه میخوایم در این زمان شرایط بهتر نسبت میلان اینتر داشته باشیم باید بازی های پیش رو قبل داربی رو ببینیم و قدرت خود رو ثابت کنیم. آقا بدبخ شدیم کاملا. کمی حرکت دقیقا همون چیزی که الان بهش نیاز داریم. آقا بدبخ شدیم. اینتر داره همه بازی هاشو میبره. اگه همین بازی هاشو نمیبرد میومد میگفت خبر خوبی دارم فلان مثال. بله آنتون گرزن گفت من خیلی هیجان زده هستم و برین بازی مقابل تورینو رو بازی کنیم ببینم که چیکار میکنین خودتون. خیلی دوست دارم که ببرین. 4-2 میبریم خدا رو شکر و صدر جدول. بله اینتر میمازه. خیلی خب حالا با اینتر ما بازی داریم. حالا با اینتر بازی داریم. بله دربی شروع میشه. بعد اگر که ما بتونیم این بازی رو مقابل اینتر ببریم 6 امتیاز ازش میزنیم بالا و عمرم به ما دیگه برسه. شما بعد از شرایط قبل داربی راضی باشید. روی کار شما چیه؟ خیلی خب شرایط شما قبل از مسابقه داربی چطور است؟ ما تمایل زیادی به پیروزی داریم. ما کاملا هیچ کس نمیدونه تو داربی چی پیش میاد. بهترین تیم ها میتونن با نتیجه بدی تمومش کنن یا برعکس. سوس ماس بابا چی گفت اصلا؟ دروازه‌بان شماره 1مون آره درست دارم میگم؟ نمیدونم هر کی هست گفته که این فصل میخواد بازنشسته بشه. من گفته که چی؟ مهدی خان مبارزه میکنن پیش از سامی بابا برن اینتر میلان حساب رو که چقدرش اینتر 67 امتیاز و ما 70 امتیاز صدر جدولیم. اگر که بتونیم این بازی رو ببریم خیلی خوب میشه. اگر اینتر ما رو ببره میاد صدر. نه بعد از این کارو بکنه و من برای اینکه جلوی نفوذ اینتری ها رو بگیرم کاملا دفاع رو پر میکنم. برو بریم تو بازی و ببینم که دروازه‌بان ما داشت. اوکی ساعت 5 بعد در ورزشگاه اینتر ببینم چیکار می‌کنیم. رفتیم تو رختکن ببینیم که چه حرفی داره. مهدی خان برای گفتن گفتن هواداران با صبر و حوصله منتظر فرصت برای چی؟ منتظر فرصت ما برای انتقام در این دربی هستن. بله می‌خوایم انتقام بگیریم. ولی بازی شروع میشه و دربی مقابل مانک باز دوباره کچل داور این چی دوچ واته تیمو بخون دیگه. بریم داداش من از شما باخته بودم. من سوپرکاپ بردم بعد از شما باختم لیگ. الان می‌خوام انتقام بگیرم از من. داره انتقام میگیری تو لیگ اومدی منو بردی. باش سگ پدر سگ دریب کرد منو. وای یلو یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. یا علی تیر یا ابد فاز. نسانت فقط نسانت. تمامه. باخت باختیم باز اومدیم زیر اینا. بله باز همون آش همون کاسر جن زدن. بیاییم بریم گم شما باتون باز کنیم اینا چه غلطی میکنیم. یکی چه بردیم صدر خدا رو شکر باختن اونا مساوی کردن. خدا رو شکر داداش. همینجا نگرش دار بازیو. آقا تو همینجا فعلا ما صدر جدولیم. بازی که الان داریم با نیوتونی و هم به بارسلونا ساعت 9 شب با بارسلونایی که بازی رفت و مساوی کردیم و الان باید بازی برگشت رو بریم که بتونن اینا صعود کنن به مرحله بعدی. اما بی زمین بارساس و کار سخت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر میخواین ادامه‌اش تو آخر فصل بدیم همین الان ویدیو رو لایک کنید که سریع ویدیوشو بذاریم و لایک بزنید که بشه یوتیوب فرار نشه اینستاگرام فالو کنید که سایت رسیم به سلکو و فراتر از آن. ممنونم که تا قبل ویدیو ما کردید لایک کنید ویدیو رو فعلا تا ویدیوهای بعدی.